مرجع ترسیب بوده یا اگر بونی هم که بیده میاره با چه قصه سعی میامد بی؟ دوستان سلام، روزتان بخیر. خیلی خوشحال هستم که یک ویدیو دیگر رو باز برتان آماده میکنیم. امور خم که ما بر شما در ویدیو اول گفته بودم، یک بخش از ویدیوهای ما مختص است روی ای که ما کارافرین های موفق با خود میداشته باشیم تا که اونا از درس هایی که از کارافرینی خودشان گرفتن و تجربیاتی که دارن امروز شما شریک بکنیم. و خوشبختانه امروز ارغندیوال صاحب با خود داریم، یکی از کارافرین های خیلی خوب و کسی که همیشه ما را و جوانای دیگر را در مارکت کابل کمک میکنه، همیشه با تجربیاتی که شریک میکنن، با نصیحت هایی که میکنن در این بخش و درس هایی را که با ما میتن همیشه. ارغندیوال صاحب خوش آمدین، خوش هستیم که شما را با خود داریم. تشکر، سلامت باشین. سلام و عرض و ادب، خوشحال هستم که امروز شما هستم باز دوباره. زنده باشین، تشکر. ارغندیوال صاحب، ما این انترویو را به سه بخش تقسیم میکنیم اگر شما موافق باشین. بخش اول همیشه که یک معرفی از شما داشته باشیم که با این بخش شروع بکنیم و پیش بریم. کمک در مورد خودتان و زندگیتان بگوین. ما درباره خود گپ زدن اصلا علاقه چی ندارم، اما مسئولیت هستیم. نام خود میفهمین، ما رئیس کمپانی های سینرژی گروپ هستم، سینرژی سلوشن افغانستان، ستاره درای فروتز، فیچر انوستمنت نتورک، سینرژی لا و یک چند تای دیگم که انشاءالله تالا در این مختب هست. نام خدا. ارغندیوال صاحب، اگه بر ما بگوین از دوره اول وقتی که شما مصروف درس ها بودین، یک نام بخش درس خواندین، باز چطور شما وارد انترپرنورشپ شدین؟ من اصلا ایدیا یا کرکتر انترپرنورشپ در خود وقتی که 13 ساله بودم دیدم، به خاطر که ما یک چیز علاقه داریم. نوجوانی وقت است که امو امپرشن ما بر خود و بر دیگران نشان میتیم که علاقه ما به کدام طرف است. یکی طرف فوتبال میره، یکی طرف شطرنج میره، یکی پشت بزنس میره. من از 13 سالگی پشت بزنس میرفتم، تجارت، ترانزکشن، چیزایی بود که خوشم میامد. مکتب اصلا کمپیوتر ساینس خواندیم در امریکا، در ایالت کالیفرنیا، ساکرامنتو استیت یونیورسیتی. و در امریکا سالهای بعد از مکتب در کمپانی انتیویت سافتویر کار میکردم، یک 3-4 سال کار کردم. بعد از او پس دوباره بزنس های خود شروع کردم. چندین سال رستوران داشتم، یک چین رستوران از او جور شد و سمال بزنس کنسلتنت میکردم تا 2008 وقتی که دوباره پس افغانستان آمدم. وام به خاطر که چند استارتاپ دیگر کمک کنم، دلابلای از یک استارتاپی که من امریشان کار شروع کردم 2008 تا 2013 کمپانی از 29 نفر به 6300 کارمند شد و از یک تاکری کمپانی خارجی به 67 دفتر به کل افغانستان انکشاف کرد. و من رئیس از او کمپانی بودم و در لابلای از او در افغانستان رئیس کمپانی سمیتر RMC بودم، کمپانی سیکیورتی، و امرای بعضی کانترکتر های کانه که امرای دفاعی که امرای دولت امریکا کار میکردن باعث پارتنر و باعث یک لیدر کار میکردن برشن. بسیار خوب، تشکر بسیار زیاد بخاطر معلومات خیلی خوب. و پس ارغندیوال صاحب، پس برمیگردیم به اون قسمت که شما گفتین در 13 سالگی فهمیدین که شما رای را که میخواین پیش بگیرین بزنس است. پس اگر کسایی که ویدیو ما را میبینن فعلا، اونا میخواین بفهمن که آیا من میتونم که در آینده یک کارآفرین خوب شوم یا تجارت پیشه شوم، کدام چیزها را مد نظر بگیرن، یعنی کدام چیزها را در خود یعنی ببینن که اگر او چیزها را دارن این یک نشانه است که میتونن یک کارآفرین شوند؟ بله، خب امون ساده ترین گپی که اینجا مطرس کی یک انترپرنور شده میتونه و کی نمیتونه. من همیشه کسایی که امرای من صحبت میکنن و مشوره میخواین، اونایی که میخوایم کارآفرین شم اما نمیفهم چی کنم، جواب ساده ایست که برو درس بخون یا ای که برو جای کار کن. به خاطر که یک کرکتر کارآفرین یا یک انترپرنور او ذاتاً پشت چیزایی میگرده که از چارچوب کار و یا مکتب خارج میباشه، فکرش همیشه سر ایده هاست. وقتی که یک انترپرنور دو بجی پیشین پرسان کنین که چی ایده داری، یعنی 6 سال تیر شده براتون 7 ایده میگه درباره بزنس، او خودش میفهمه کلیش همیشه کار میکنه.
هر چیزی که در اجتماع میبینه بیرون میبینه امرای که صحبت میکنه ایده برش میاد کی کار میکنم کار میکنم ولی بسیار خوب چیز است که اگر سرش کار کنیم. این کاراکتر یک آنترپرنور است، به خاطر اینکه آنترپرنور ذاتاً حتی مکتبم خوش نداره، چون که کلانترین و مشهورترین آنترپرنور دنیا را که ببینین کالج دراپ اوت است. چرا؟ به خاطر اینکه اونها یک اتمسفر یک فضایی که محدود باشه و چارچوب داشته باشه کار کرده نمیتونن یا درس خوانده نمیتونن. مانایش نیست که هوشیار نیستن یا کار نیفهمن، اما این کاراکتر بسیار مشخص کار داره، یک کنجکاوی بسیار مشخص کار داره و یک علاقه به این داره که یک چیز آدم کرییت کنه، جور کنه، او مفادش نه تنها برای خودش باشه بلکه برای اجتماع در این وقت باشه. مثلا یک آنترپرنور وقتی سر ایده فکر میکنه اونم میگه که خب آیا این کار پروداکتی که جور میکنم با مارکت ما به درد میخوره نمیخوره، آیا مردم رو میخرن نمیخرن، چی مفاد از این برای اجتماع مهم و بالاخره آیا من از این فایده کرده میتونم یا نمیتونم. ببینین من موضوع مالی را آخر برتان گفتم به خاطر که اول مطرح نیست، همیشه بعد از او که اگر کارتان قدر خوب باشه که اجتماع از او استقبال خوب کنه و مارکت بسیار او را به آرامی بگیره بدون از او که به جنجال بکشه میشه به مارکت، او خودش خودم میفروشه. این حال یک انترپرنور سر از چیزا فکر میکنه همیشه، اون ماشینش همیشه در چالان است. بعض کسای دیگه که من میگن که خب من چی کنم، یک فیصدی بسیار کم ما در اجتماع انترپرنور هستم. من نمیگم که فیصدی زیاد اجتماع باید اینا را آدم پایان پرتا یا توهین کنه، گپ دونجا نیست. اکثریت ما میریم مکتب، میریم یونیورسیتی، میریم درس خلاص میکنیم، میریم کار پیدا میکنیم و در او کار رشد میکنیم. هم ماشای ما بلند میره، تایتل ما بلند میره، رتبای ما بلند میره و بسیار تقدیر میشیم به خاطر کارمند بسیار خوب هستیم و ای جای شرم هم نیست. اکثریت کسایی که هستن میرن کار میکنن، اما سیکیوریتی که میخواین ماش است که برایشان ارما، اما ماش برایشان مهر که هم خود از او چی میکنن و هم فامیل خود نفقه فامیل خود حاصل میکنن و دلابلای از او هم سیف میکنن و یک روز خانم میخرن محترم میخرن، زندگیشان بسیار زندگی زبردست میباشن. موضوع خود نمیخوایم که بگیم که کسایی که انترپرنور نیستن کدام نقص دارن، برعکس نقص ندارن. اکثر ما در اجتماع یک فضای منظم میخوایم، منسجم میخوایم. صبح میخیزم میرم کار میرم، وظیفه دارم، دفتر دارم، دفتر که میرم کارم معلوم است که من چی میکنم. یک انترپرنور هیچ از وقت چیزا رو نداره، صبح که میخیزم میگم روز چی کنم، نه در مارکت چی به درد میخوره، همیشه در فکر کریتر که یک چیز نو جور کنم. اما از اونمو کنجکاوی خود یک نفقان به خود جور میکنه، چون که اصل کار از او کریتیویتی است، یک چیز جور میکنه. یک انترپرنور یک شنگ آرتست است، یک هنرمند است، چون که خلاقیت داره چیز جور میکنه. منطقی است که یک آهنگ جور نمیکنه بلکه یک پرادکت جور میکنه که اجتماع در مجموع از استفاده میکنه. فرقشان این است. اوکی، پس اگر ما جنبندی بکنم میسته که ما از لحاظ شخصیتی دو رقم افراد داریم، یکی کسایی است که به فکر خلق کردن هستن، مثلا مشکلات هم میبینن و جایزی که از پالیش بگذرن اونا به فکر ازی میشن که چطور حلش بکنن و از او بتونن که تجارت جور کنن، و کسای دیگر را داریم که از لحاظ شخصیتی طوری که شما نشانه هایشان نگفتین کسایی هستن که اونا میتونن کارمندای خوب شوند که یا میگه خیلی خوب است. پس با این گپا میایم به بخش دوم گپای ما و بخش دوم بیان که روی ازی صحبت بکنیم که ما مطمئن هستم که شما از ما که خیلی زیاد تجربه کردین این گپه، که آدم بعضی کسا را میبینم میان پیش آدم جوانا و میگن که ما چی کنم، نمبر یک. و دوم گپی که هست ایست که مثلا ما میخوایم که A, B, C کارها را بکنم، کدامش را شروع بکنم. مثلا بعضی هاش میبینن که دوستاشان بعضی کارها را میکنن، بعضی ها میبینن که والا اینی بزنس در مارکت خوبش پیش میره. پس به نظر شما همی پروسه که اینا میتونن وارد کار شوند، که مثلا اگر ما برشان بگیم اول خوب است این کار را بکنین بعد از اوی است، اما پروسه چی است بخاطر که مفکوری خوب انتخاب بکنن؟ کسایی که من میگن من چندان ایده دارم کدامش انتخاب کنم، من فکر میکنم از نگاه روانی خودشان وقت میفهمن که چی میکنن، بخاطر از این که ایده خود در فکر خود بهتر یا راحتر باشن میرن از یکی دیگه پرسان میکنن که تو چی فکر میکنی که کار کنم یا نکنم. از این سه تا من برتان گارانتی میکنم که وقت میفهمم اونا چی میکنن. این یک خاصیت کسی است که میخواد کار برای خود داشته باشه،
مایر بعضی کسا ذاتن انتروورت هستن، یعنی که امو احساس خدا یا الفاظ خدا نشام نمیتن با آسانی نمیگن، اما در ذهنشان بسیار چیزا هست، او را میخواین که یک نفر دیگه تصدیق کنه که اینمی گپایی که در دلم هست. یک نفر پرسان میکنم کدامشه، خب میگه که شاید یک ترس هم دارن که می اوله که ما خوش کردیم این نفر میشه دیگه کلگی میگه دوم خوب است میخواین که یک ولیدیت کنن که این کار کنم یا نکنم. اونا در مجموع در کار خود موفق هستن چون که ایدیا دارن. وقتی که ما ایدیا داریم در داخل وجود خود سرازو بسیار فکر میکنیم، او را بسیار انالایز میکنیم، کریتیک میکنیم تا که درونن او را پخته میسازیم. همیشه وقتی که ایدیا داریم پیش از کسی دیگر بگیم سرش فکر میکنیم، یک چیز طبیعی بر انسان است. اونایی که میگن که چی کنم، یک کمک برای کارشان چالش زیاد داره، مشکل تر است. بسیاری کسایی که من به شما میگن که من میخوایم یک کارآفرین باشم، میخوایم که یک انترپرنور باشم، از خود یک کار داشته باشم، اما نمیفهمم که چی کنم، من برایشان همیشه میگم برو درس بخون. دلابلای از اگه میخوای شامل از این دنیای انترپرنورشپ باشی، بعضی کمک های وجود داره در اجتماع که باشه. من برایشان میگم اولین کارتان نتورکینگ است. برین امرای کسایی که میکارا رو میکنن امره زنا ببینیم اونا در کجا جمع میشن، آیا پروگرام های وجود داره، ایونت های وجود داره در اجتماعیتان که برین شامل از بشوین. یک کمک در بارش که بخانین، چون که انترپرنورشپ در مکتب و در یونیورسیتی خوانده نمیشه، کدام رای مشخص نیست که من برم یک کورس بگیرم و بعد از او الف بیشه یاد بگیرم. اما خوشبختانه در هر اجتماع، هم در کابل، هم در شهرهای کلان افغانستان، در تمام شهرهای کلان دنیا نتورک هایی وجود داره که نه تنها که کسایی که متشبث هستن اینا یک جای میشن، در این زمان اینکیبیشن هایی وجود داره، جایی که میتونن اونا برن امو تدریسی که نیاز دارن امو رو بگیرن. این ترینینگ ها و اینکیبیشن سنتر ها در هر جای وجود داره. به نظر من برن اونجا کسایی که کار در رقم هستن، یکی کسایی که این علاقه را دارن، انترپرنور هستن، اونا را ملاقات میکنن، یعنی هم دیگر را میبینن که هم فکر هستن و یک کمک دل آدم گرم میشه که در جای باشه که دیگر هم عین درد داشته باشه یا عین خوشی را داشته باشه، عین فکر داشته باشه. یکی او بسیار مهم است، نتورک از این شروع میشه. دوم منتورای را میبینن که یک چند قدم پیش رفتن، کار کردن، کار عملی دارن، اونا کسایی هستن که موفق هستن در کار خود، انترپرنور هستن، یک بزنس، دو بزنس، سه بزنس جورم کردن، برای خود و دیگران جور کردن و دیگران را منتور میکنن، دیگران را باعث یک ترینر، باعث یک کوچ کمک میکنن. یعنی در هر اجتماعی وجود داره. پیش از اینکه قدم پی پیش ببرین که ما یک بزنس جور میکنیم، برین در این جای برین، به خاطر که می راه را روشن جور کردن معنی این چیز که دیگران هم می کار کردن ما برم امروز اونا صحبت کنم، به خاطر که شما نمیتونین به خاطر راه انترپرنورشپ که روان هستین یک بزنس کنسالتن برین نمرش گپ بزنین. او خب میگه چارچوب بزنس اینه ترست، تکنیکیش برتان میگه، بالانس شیت اینه ترست، بزنس پلان اینه ترست، خوره که جمع میکنی باید دیگه خودت بفهمی. اما که جایی که انترپرنورشپ تربیه میشن و اونجا میرن کمک میگیرن، کسایی است که خودشان انترپرنور هستن، خودشان امیر رای بدون چوکات برتان یاد میده. بعضی کارها تکنیکی است که باید ما سرش کار کنیم یا کمک بگیریم، اما ایدیا و خود فلسفه انترپرنورشپ جایی که دیگران باشه بهتر است که اونجا برین یکی دو چیز یاد بگیرین، اونجا یکی دو نفر ببینین که هم فکرتان است، اونا میخواین می کار کنن، شما میخواین می کار کنین. به نظر من بسیار مهم است که کمک نالج آدم داشته باشه پیش از اینکه پای پیش ببره و کار تجارتیش شروع کنه. بسیار خوب، بسیار خوب. ارغندیوال صاحب بسیار نکته خوبی اشاره کردین و به خاطر اینکه دوگان ما بتونیم کسایی را که این ویدیو را میبینن کمک بکنیم، در لینک پایین اگر برین بینندگان عزیز شما میتونین یک لیست از ارگانیزیشن ها را پیدا بکنین که در اوجه شما میتونین که امیر قم ترنینگ ها یا زمین های آموزشی را فراهم میکنن برتان و او را یاد بگیرین. میریم به بخش سیوم. ارغندیوال صاحب بخش سیوم بخش آخر صحبت های ما شماست. در بخش سیوم اگر قرار باشه که شما برای کسایی که تازه میخوان وارد بزنس شوند یا وارد بزنس شدن تا حدی میخوان رشد بتن، تجارت های خود بهتر بسازن، اگر قرار باشه چند توصیه برشان بکنین، کدام توصیه ها هست اونا؟ کسایی که نو شروع میکنن، من میشه برشان گفتیم که
برین یک چیز بخونین، به خاطر که هر قدری که عشق و علاقه به یک چیز داشته باشیم باز هم نیاز به تعلیم و تربیت به امور رشته داریم. کتاب خواندن چیز بسیار مهم است. من میفهمم که امرای تکنولوژی کلگی پشت سمارت فون خود میدونه ایواز پشت یک کتاب. کتاب خواندن بسیار چیز مهم است، هم دانش زیاد میشه و هم بور قمو میتونیم معلومات بسیار زیادتر ریتین کنیم در فکر خود. اجتماع خود آدم باید بفهمه. کسایی که بزنس شروع کردن اگر پلانشان همون بوده که من خدمت به اجتماع خود میکنم، اون خدمت چی است و اجتماع ما به اون نیاز داره، بسیار بسیار مهم است که وقتی که از طور مثال پیشتر گفتیم درباره اینکیبیشن ها و جایی که برن یاد بگیرن درباره انترپرنورشپ، میان به مرحله دیگه که حالا بزنس خود جور کردن، از نتورک نباره این. وقتی که ما مشغول کار خود میشیم باز این نتورک چیزها رو از یاد ما میره، آهسته آهسته کریتیویتی ما پایان میره. یک جایی که میرین ایدیه تان هم رای که دیگه شیر میکنین و اونا ولیدیت میکنه که ولی بسیار خوب ایدیه است، یا کاری که میکنی من بسیار به تو افتخار میکنم که کاری میکنی. سعی کنین که اینجا چقدر پوزیتیویتی یک افکار مثبت دوباره در ذهن آدم میه و صبح صبح وقتی که پس دوباره کار میرین به یک پیشانی واز و به یک دان خندان کار میرین. این پوزیتیویتی خودش مثل یک ویتامین ورس که باید ما داشته باشیم که ما را هر روز پیش برده بره برای قم مثبت. نتورک هیچ وقت از دست ندین، به خاطر که کسایی که نو بزنس هم شروع کردن اونا هم یک نتورک دیگه دارن. اینا شما از یک نتورک مایگریت میکنید در نتورک دیگه میایم. وقتی که اینجا میایم میبینید که منترای بسیار زبردستر است، کسایی است که سابقه بسیار زیاد دارن. من همیشه آنترپرنورایی که موفق هستن برشون میگم همیشه یک منتور باید داشته باشید، یک کوچ، یک گاید، یک نفر باشه که بتونی همیشه پیش از او بری ازش مشوره بگیری و ایدیایی که داری برش بگی که چی فکر میکنی در باره از این ایدیا، یا ای که را چیز و چا چیز یک کار نوا که شروع میکنیم. یک انترپرنور بدون یک منتور بسیار یک جرنی سخت پیش میبره. منتور کسایی هستن که امو سختی کار بسیار آسان میسازه. بسیار و خوبی دیگه منتورشپ ایست که در اکثر جای دنیا به شمول کابل منتورشپ یک چیز است که شما بر از او پول نمیدین و شما یک کنسلتنت هایر نمی کنین که راه و چاره برتان بگیم. شما خودتان یک شخص موفق هستین، کارتان شروع کردین، کارتان درست پیش میره. بدون منتورشپ این جرنی انترپرنورشپ بسیار سخت است که آدم رو تنهایی به تنهایی خود دیر کنن. یکی منتور داشته باشین، دوم نتورکتان قوی تر بسازین از گذشته کردن. به خاطر این دو چیز به موالت که روان هستی میبینی که دیگران به موالت روان هستن. درد که دارین دیگران داره، خوشی که دارین امروز زنا که شیر میکنین یک بسیار پوزیتیو تیپ هست براتون میه. و منتور کسی است که برات میگه که اینی راز اینی چاست، بدون از اینکه بر از او کدام قزمه بتین، بدون از اینکه وقتش منسجم مثل که مثلا هفته سه روز ما بر دو ساعت میایم نی و تنی سوالایتان رو جمع میکنین، ایدیایی که دارین کلش نشته میکنین، میرین هفته یک دفعه ما یک دفعه بر از او میبینین. اینا کسایی هستن که اینا فرا از کتاب اکسپریانس یا خود اکسپریانس کار براتون یاد میده، به خاطر سابقه کار از اینا خود اکسپریانس کارشان است. این بسیار مهم است که جدا از کتاب کسایی که کار کردن و یک چند قدم پیشتر بودن و یک چند کمپنی را جور کردن، یک چند فیلیر داشتن، نصیحت از اونا را گرفتن یا نظر از اونا را گرفتن، یک کلید موفقیت بر هر انترپرنور شدید. خب، و دو سوال کوتاه تعقیبی دارم آرغندیوال صاحب. یک سوال است که در جامعه مثل افغانستان امی که آدم وارد نتورک ها شوه کمک سخت است، بخاطر که نتورک ها هر کدامش تو بسته است. خود وقتی که وارد یکیش میشین سخت است که از او به دیگیش برین. پس کسایی که کارآفرین نو هستن، تازه به مارکت آمدن، اینا چطور میتونن که وارد نتورک شوند به خاطر از اینکه محدودیت ها وجود داره؟ سخت است که می وارد امی نتورک های بسته شدن؟ برای کل ما سخت است، به خاطر مشکلی که خودم دارم میگم اگه در این نتورک برم دیگهش خار میشم، اگه اونجا برم دیگهش خفه میشم. یک انترپرنور چیز بسیار مشخص در کاراکتر خود داره، کاری که میخوایی امور پیش ببر بدون از اینکه فکر کنی که این نتورک خار میشه این خفه میشه.
تو برادر پشت آینده خود بگرد. بالاخره اونا مورد نه. یکی میگه کی طرف نرو، این طرف گرفتی کرد. ما دیگه نبیه این پشت زی گپا نگردن. اون مطرح نیست. شما و مو فوکس خود پیش برین بسیار مهم است. اما نتورک هایی که وجود دارن بدبختانه بگم یک ایده بسیار خوب شما گفتین، یک دایرکتوری تمام از نتورک ها نیست، یا اینکیبیشن سنتر ها نیست، یک جایی که آدم بتانه بگه که من میخوایم که یک انترپرنور شم، طرح دارم، ایده دارم، یک جایی باشه که برم سعی کنم که 14 دانه است که کلیک کنم از یکیش دیگه 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 خودم انتخاب کنم که شامل کدام گروپ میخوایم شم. یکی ولی که پسام باش که پیش دگایشم برم. خواست 14 دانه امکان نداره که 14 دانه بگه کو طرف که رفتی دیگه چیزی نبی. حداقل 5 دانش با بسیار با آغوش باز میگه بیا کتما. یک ذره کنجکاوی بسیار مهم است، یک ذره پافشاری هم بسیار مهم است. یک کرکتر یک انترپرنور است که به نگفتن استاد نشو، پس برو دوباره برو. اگه کسی این کار کنه بسیار زبردست میشه که تمام ریسورس هایی که در کابل وجود داره و همچنان با ولایت اگه در مزار وجود داره، در ایرات وجود داره، یک کار بسیار نیک است و یک ثواب بسیار زبردست است که برای جوان ها همی ریسورس اویلیبل باشه، آماده باشه، مهیا باشه که تنها نمانند. یکی چون که در دنیای مجازی و امرای تکنولوژی جوان های ما زیادتر چی دارن؟ دسترس دارن، اما اتو فوکس نیست برای انترپرنورشپ که یک جایی برن و ملتیپل ایده بگیرن، ملتیپل سورس داشته باشن. این وضعی که یک جایی هست و نمو جایی رفتی خوب نرفتی دیگه، چون که نمیفهمن دیگرهایش وجود داره. این کار هر کس کنه بسیار ثواب کار میکنه. بسیار خوب. و سوال تعقیبی دوم ارغندیوال صاحبی است که فرض مثال اگر شما یک منتور باشین و ما بخوایم که منتی شما شوم و از شما یاد بگیرم، پس یک منتی خوب چطور به منتور ثابت کرده میتونه که می وقتی را که خودتان بر ما میتین ارزش داره؟ یعنی کدام چیزا را وقتی که کسایی که مثلا انترپرنورای جوان ما هستند میخوان که ریچ بکنن منتورا را، کدام موارد در نظر بگیرن وقتی که اینا اپروچ میکنن یک منتور، که کدام چیزا را بگوین که منتورم بگه که نه والا می وقت ما زایی نمیشه در قلم رازی نفر؟ خب کسایی که پیش من یک طریقیش من خودم بسیار خوش دارم و سرشان زیادتر فکر میکنم، افرتی که سرشان من لازم زیادتر است که اونا از منتورای جوان پیش ما میان. یک دفعه اونا تصدیق شدن که این آدم خوب آدم از جدیز دکار، بعد از این باز که پیش ما میان امروز از اونا کار کردن آسان است چون میفهم جدیستم. اونایی که تنها مثلا مرا به نام میشناسن و میخواین که بین امرای مسئولیت داشته باشم، باید او تحقیقات خودم کنم که آیا امی انسان جدی از کار خود یا نیست. اگه من بر از این یک ساعت وقت خودم میتونم، اصل از این چی است؟ آیا یه آدم پیش میره و باز یک آدم پشتکار آدم است که پشتکار داره نداره، آینده خود دیده، ویژن داره نداره، اینا این چیزا بر من گنگ میباشه. اما یک کسی که همین انترپرنورهای جوان ترین میکنه، اونا بیایه که بگه که اکبر جان اینمی نفر کمک ضرورت داره، کار ما را بسیار آسان میسازن. بازم میگم که من کارهایی که همراه اینکیبیشن سنترهایی که میکنم، اینا براستشن کسایی مثل خودت هستن، مثل دوستای دیگه هستن که وقتی که شما میگین اینید کمک کن، یا یک پتر تیر کردن، یک ولیدیشن دارن که ای کس است که جدی است در ای کار. این حالا باز وقت آدم زایی نمیشه، وقت بسیار کم است. یکانه چیز که در زندگی ما کم داریم وقت است. دیگه نال او را آدم باید بر رقم مصرف کنه که اگه کمک به کسی میشه به کسی کنین که جدی است. نه ای که کسی کارم باز ایلامیته باز وقت بارم زایی کرد، یک نفر دیگه هم خفه میشه که بیچاره جنرالی میخواه ایدیا بگیره یا کمک کار داره، او را امو وقت برازو نمیتیم به کسی میتیم که پشت کارش نداره، تنها پرسان میکنه، سوال میکنه. من نمیگم به اونا کمک نمیکنم، من اونا رو زیادتر میگم برای من ایمیل کنین خیلیم. اگر امروز کمکت نفرستم شاید ده بجه شب ایمیل جواب بدم، شاید سبا جواب بدم. دیگه نه تایم ما ویست میشه و خود چیزی اگه سوال داری سوال جوابش بگیری و بان این وقت به کسایی که زحمت میکشن و راستی یک عشق دارن به انترپرنورشپ و میدون و میتپن، اونا را کمک کردن چیز یک کار حتمی است که باید کسایی که به سن سال ما میرسن، کسایی که سابقه کار دارن، کسایی که میتونن به اجتماع خود به این رقم خدمت کنن، وقت بانین بر از اونا بانین. دقیق دقیق. ارغندیوال صاحب تشکر بسیار زیاد، خیلی گپای خوب بود،
من مطمئن هستم که خیلی مفید انشاءالله تمام میشه به کسایی که ویدیو رو تماشا میکنن. خب دوستا سه چیز، یکی اول در یوتیوب چنل سابسکرایب بکنین، دوم ویدیو رو شریک بکنین اگه فکر میکنین خوب است برای خودتان و دوستایتان که هست، و سوم گپی که هست ایست که منتظر ویدیوهای بعدی باشین، و اگر نظریات دارین که میتونه ما را کمک بکنه لطفا اون را همراه ما شریک بکنین. تشکر از توجهتان. تشکر از شما.